و نخست میرم به پیش مدیر صاحب تکنیکی رادیو تلویزیون راد و ازشان میخوایم پرسان بکنم که چه مشکلاتی را در راه نشر رادیو تلویزیون که بتونه ساحات بیشتری را بگیره، اگر چه وسایل مهیا بشه میتونه که امواج بیشتر تحت پوشش خود بگیره، و از لحاظ تکنیکی چه مشکلاتی دیگه موجود است، و همچنین اگر بگن که کدام ولسوالی ها میتونه که از تلویزیون راد مستفید شه، اگر لطفا خود را معرفی بکنه. من انجینر بشیر علی هستم، مدیر تکنیکی رادیو تلویزیون هرات. ما در رادیو تلویزیون هرات دو بخش فعالیت داریم، یکی بخش رادیو و یکی تلویزیون. راجع به بخش تلویزیون اکثرا آقای فروزش معلومات دادن خدمت شما، و نظر به صحبت هایی که شما سوالی که شما کردین، ما مشکل خاص تکنیکی نداریم در حدی که فعلا نشرات داریم. اگر ما بخوایم گسترش بدیم نشرات خود، باید بعضی چیزای لازمی و ملزومی است. یک تعداد از ولسوالی‌های دوردست ما با ساحات قرار گرفته که از طریق فرستنده‌های زمینی نمیشه تحت پوشش قرار داد، و این فرستنده به هر موانع طبیعی بزرگی که بر بخوره از او رد شده نمیتونه. پس به او صورت اگر امکاناتش باشه، که من فکر میکنم امکاناتش هم هست، مثل که تلویزیون ننگرهار یک کانال مواردی برای اختصاص دادن، اگر برای تلویزیون هرات هم یک کانال مواردی اختصاص بدن، هم به خاطر از اینکه کار ارزشمنده که همکارای تلویزیون هرات ما انجام میدن و سطح جهان مردم ببینه، و هم به خاطر از اینکه ما به ولسوالی‌های دوردست دوباره آخذهای زمینی نصب کنیم و فرستنده های کوچک نصب کنیم که تمام ولایت هرات تحت پوشش قرار بدیم. در بخش مشکلات فنی، ما از آوان ایجاد دولت موقت انتقالی و تا فعلا و دولت انتخابی که بوده، هیچ گونه کمک از مرکز صورت نگرفته متاسفانه، به جز یک دانه دستگاه 200 وات که او را هم به اساس کمک های تلویزیون دوچیولی آلمان به تلویزیون هرات نصب شده، و او هم فعلا به حالت ریزرف قرار دارد. با ابتکار مسئولین محترم رادیو تلویزیون در مقطع‌های مختلف و از جمله با ابتکارات جناب آقای فروزش، کارهای ارزشمنده که صورت گرفته که ما دستگاه 1 کیلووات فرستنده که در سطح ولایت هرات در داخل در بین تلویزیون های دولت به حساب خصوصی و دولتی بی‌بدیل است، که من دیروز وقت سبر سروی دستگاه رفته بودم به ولسوالی اوبه، ولسوالی اوبه بایی که کوهستانی است و فاصله حداقل 100 کیلومتر از هرات داره، 80-100 کیلومتر داره، با تلویزیون دستی با تلویزیون موبایل من تانستم نشرات تلویزیون هرات چک کنم، داله که هیچ تلویزیون دیگه، نه طلوع نه آریانا، هیچ تلویزیون دیگه را به او ساعت نمی گرفتن. و در این بخش، در بخش رادیو هم کارهای ارزشمند صورت گرفته، از جمله ما بعد از 14 سال وقفه تانستیم به دوباره ریلی رادیو ملی افغانستان فعال کنیم، که 14 سال قبل رادیو ملی افغانستان در سطح هرات خاموش شد، و به ابتکار آقای فروزش و همکارهای تکنیکی ما چی کردیم؟ رادیوی ملی افغانستان دوباره ریلش فعال ساختیم، و حالا در سطح ولایت هرات رادیوی ملی افغانستان تحت پوشش داره. همچنان فرستنده کوچکی که قبلا هم آقای فروزش ذکر کردن به ولسوالی کوسان، زندجان و غوریان، که 3 ولسوالی مرزی است، و این ولسوالی ها هم خیلی آسیب پذیره، چه از نگاه مسئله ازی که در مرز قرار داره و نشرات کشورهای همسایه داخل خاک ما میه، و بسیار شدیداً فرهنگ ولسوالی ها را تحت تاثیر قرار داده بودن، حتی وسایل لحن گپ زدن، حتی وسایل که استفاده میکردن شدیداً تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار گرفته بودن. با توجه به این مسئله تلویزیون هرات تصمیم گرفت که فرستنده های بزنه و نشرات تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون هرات به اونجا پخش کنن، که حداقل مردم فرهنگ خود ببینن و ببینن که فرهنگ ما هم والایی هایی داره که ما میتونیم خیلی بهتر و راحتتر از او استفاده کنیم.
در بخش کارهای دیگه هم که داره جریان داره، مسئله سرویس که دیرو سروی کردیم، یک دستگاه فرستنده به ولسوالی اوبی با توجه به درخواستای مکرر و مردم اوبی. ما تلویزیون است یا رادیو؟ تلویزیون است، چون دستگاه رادیویی متاسفانه علاوه از اینکه دستگاه های FM هم بزرگوارا میفهمن که سیستم FM سیستم است که به هر گونه موانع طبیعی که برمیخوره از او رد نمیشه. ما اگر بخوایم که رادیویی نصب کنیم به قسمت ها باید یک کانال موارعی داشته باشیم. اگر این لطف صورت بگیره از جانب کشورهای دوسته که تمیشه در بخش های فرنگی کمک کردن برای ما، اگر این لطف صورت بگیره که یک کانال مواره رادیویی و تلویزیونی داشته باشیم، ما میتونیم کانال های رادیویی را هم در اونجا فعال بسازیم. و این سروی که صورت گرفته در قبال کانال چی است؟ کانال تلویزیونی است و انشالله تا یکونی ماهی ما دستگاه فرستنده او بیان فعال میشه. و در بخش های دیگه تکنیکی سیستم آنالوگ اصلا از تلویزیون ایراد برداشته شده، تمام کارها با سیستم دیجیتال صورت میگیره، طرح و تدوین و برنامه ریزی هم توسط کامپیوتر صورت میگیره. در بخش رادیوی ما همی قسم تا یک دو سال پیشتر ما از سیستم ریلای نوارای رادیوی استفاده میکردیم که گاهی سرعت نوار وقت سلو میشد صدا تغییر میکرد، کیفیت نداشت. حالا همه سیستم ها با توسط کامپیوتر ثبت میشه، تدوین میشه و به نشر سپرده میشه. و از نگاه مسئله نشرات هم جناب آقای فروزش فرمودند که ما گسترش دادیم 7 ساعت نشرات خود و 14 ساعت، و این 14 ساعت از جمله 3 ساعت روز از نشرات تلویزیون ملی افغانستان چون ما نمایندگی از وستیم پخش میکنیم، 11 ساعت از خود همکارای ما آماده میشه و پخش میشه. لطفا بگن که اگر کنفرانس های مهم در هرات انجام بگیره مثل کنفرانس ایکو و کنفرانس هایی که در آینده امکان داره که صورت بگیره، آیا امکان ریلی یا زنده فرستادن از هم آن و هم لحظه به کابل و جاهای دیگه میسر است؟ و اگر میسر نیست مستلزم چی تکنیکی میتونه باشه؟ کنفرانس ما کنفرانس های بین المللی که صورت گرفته تا به حال هی کار نکردیم، اما تلویزیون ایران ظرفیت توانایی زیره داره که پخش زنده او را بسازه و در صورتی که آپلینگ به دسترس و کانال مواری به اختیارشان باشه میتونن به سطح جهان هم پخش کنه. و ما کنفرانس ایکور ای تصمیم داشتیم که به سطح ایران و از جمله از طریق بخش اینترنیوز ما بتیم به سطح جهان. متاسفانه نسبت بعض مازیر چی امنیتی که وجود داشت ما موفق به این کار نشدیم. بله توانایی از این مسئله وجود داره که ما کنفرانس ها و موضوعات مهمی که به ایراد باشه در صورتی که کانال مواردی در اختیار تلویزیون ایراد قرار بگیره و سطح جهان پخش کنیم. بسیار تشکر. ادامه صحبت را میسپارم به مدیر بخش نشرات که یکی از مهمترین بخش های تلویزیون هرات است و اولا خودشان خود را معرفی میکنن، بعدا میخوایم پرسان کنم که آیا ساعات نشرات نسبت به 2-3 سال گذشته افزایش یافته و اگر افزایش یافته در چه معیاری هست؟ دومی که تا کدام ولسوالی ها را، اگرچه که صحبت های پراکنده هم شد برای اینکه هموطنان ما درست بفهمن، تا کدام ولسوالی ها تصویر و صدای تلویزیون میرسه و آیا در نظر است که پروگرام های بیشتر را شما ساعت بیشتر را بگنجانین و فعلا در مجموع چند ساعت است و مسئله ولسوالی است؟ اگر خود را معرفی کنین و در دو مورد صحبت بکنین. تشکر. نام ازمرای سخی، مدیر نشرات تلویزیون هرات. در جواب سوال شما، چنانچه که همکارای محترم ما به شما خدمت شما عرض کرد، ما قبلا که 700 نشرات داشتیم تنها نشرات شبانه بوده و حال نشرات ما به 14 ساعت ارتقا یافته که از جمله یک ساعت از طرف شب و ساعت 8 تا 9 بجه نشرات مرکز ریلی میشه که حاوی خبرهای پشتو دری مرکز است و از تمام ولایت. و از طرف روز هم 3 ساعت تلویزیون ملی افغانستان ریلی میشه که در مجموعه برنامه های از اینا بر علاوه پشتو، فارسی، برنامه های ازبکی، پشهی، نورستانی،
ترکمنی اینا جاگزین شده از ساعت 11 تا 12 میباشه. بعد از اون از ساعت 12 بجه بازم نشرات خود ما تا به ساعت 2 بجه ادامه داره و صاحب پخش نشراتی ما را چنانچه مدیر صاحب تخنیک هم اشاره کردن در ساحه 50 کیلومتری پخش میشه و بر علاوه از این که چند ولسوالی هایی که جدیدن فرستنده های اونجا منتاج شده و تلویزیون ملی افغانستان ریلی میشه و ولسوالی حقوقی هم که در نظر است که به زودی به خیر اونجا فرستنده اونجا نصب شده و نشرات ملی افغانستان ریلی شده و به جز یک سه چهار ولسوالی هایی که دوردست هست مثل ولسوالی فارسی و چشت شریف و گلران اینا که زیر پوشش نیست، متباقی تقریبا همین ده ولسوالی های مربوط ولایت هرات همه تحت پوشش نشراتی تلویزیون قرار دارند. لطفا بگوین که در رابطه با نشر برنامه شما آیا گاهی وقت ممانعت های از نهادهای مخصوص هرات نسبت به بعضی از سریال ها، نسبت به بعضی از برنامه ها شده و شما اگر چنین چیزی باشه چطور برخورد میکنه؟ برخورد ما همیشه دوستانه بوده و اگر کدام برنامه تو باشه که خلاف پالیسی باشه اصلا ما نشر نمیکنیم، چون ما مطابق به پالیسی نشراتی که از مرکز به ما داده شده ما مطابق از او نشرات خود عیار ساختیم و گرچه که ولایت هرات یک ولایت فرهنگی است و بر علاوه از این یک ولایت مذهبی است، ما کوشش کردیم که یک نشرات متعادل که تمام بیننده ها رضایت داشته باشند ما همون نشرات خود پیش میبریم. انشاءالله تا بالا اینطور کدام موارد انتقاد چیز نشده از این شده. یک چیز دیگه که ما در هرات از مردم میشنوم و زیادترشان احساس خوشی میکنن که البته سوال ما میخواستم از آقای فرزش سوال کنم، البته شما همکارم هم بالاخره هم فکر هم نظر هستین، حضور موسیقیدانای هرات ما خصوصا موسیقی سنتی که شما همیشه در بعضی از مراسم از اونا دلجویی میکنین، اونا رو میپذیرین و برای تقویت از او و برای همی آثاری که پدرها و پدر بزرگای ما همیشه موسیقی سنتی رو خوندن شما این رسالت رو واقعا انجام دادین و آیا شما برنامه هایی دارین که مرتب این دوستا و ایزان ما که در هرات شهرتی هم دارن اقلا بتونن که با آواز دلنشین خود مردم هرات را به اصطلاح تسکین بدن، گرچه که جوانای هستن که با موسیقی پاپ و موسیقی بسیار بلند است که اونا را البته طبقه جوان میپذیرن، آیا شما بیشتر اینا را در چی برنامه های تلویزیونی شانس میدین؟ بله حتما، چون ما در برنامه های خود هفته سه روز موسیقی محلی داریم که همه همی موسیقی های سنتی است و بر علاوه از این شوای هید ما کنسرت داشتیم که از هنرمندای موسیقی محلی بود که بر علاوه از این که اینا برنامه های ثبت کردن از طرف اداره رادیو تلویزیون مورد تشویق و اینا هم قرار گرفتن و همیشه با ما همکار هستن و ما با اونا و برنامه هایی که ما به هید ثبت کردیم حتی به اکثر تلویزیون های دیگه هید برنامه خوبه نشر نشد چون خیلی مورد استقبال بیننده قرار گرفت. بسیار تشکر مدیر صاحب نشرات. هموطنان عزیز توجه میکنین که در هرات هنوزم رسالت موسیقی محلی و موسیقی سنتی به اصطلاح مثل سابق شاید بو اندازه نه ولی هنوزم به اصطلاح جریان داره و دوستان ما کوشش میکنن که همیشه شانس به رزنا داده شود تا ای که رشد و نبوغ این هنرمندان هم به اصطلاح در آینده افغانستان صورت بگیره تا ای که ما بالاخره در آینده این موسیقی را دست نداده باشیم. در رابطه با شما تشکر میکنم. میریم به بخش مهمی که رادیو است. البته راجع به ساعات بخش نشرات رادیو، راجع به امواج ازی که تا چقدر شنیده میشه و راجع به ای که چی چیزهایی را اینا نشر میکنن و علاقه مندی مردم را نسبت به پروگرام های تلویز رادیو چطور اینا میتونن که بسنجن. لطفا اگر خود را معرفی بکنین و در رابطه با دوست مسائل صحبت بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سید معروف عظیمی هستم، یکی از کارمندان بخش تکنیکی رادیو تلویزیون ولایت هرات. رادیوی هرات که
مدت 8 ساعت در شبانه روز نشرات داره و دارای برنامه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی می باشه و سایه امواج از ما تمام اکثر ولسوالی های ولایت هرات تحت زیر پوشش داریم که البته نشرات رادیوی ما روی موج 105.2 FM می باشه و اکثر ولسوالی ها مثلا ولسوالی انجیل، گذره، پشتون، زرقون، اوبه، چشت شریف نه البته کروخ، زندجون و قریون ما تحت پوشش داریم. برنامه های ما زیادتر برنامه های تفریحی می باشه، در پلو از او ما برنامه داریم تحت نام دم با هنرمندان که روزای پنجشنبه پخش میشه و در او برنامه ما کوشش میکنیم که از موسیقی اصیل هراتی بیشتر استفاده بکنیم، یعنی هنرمندان محلی در این برنامه دعوت میشن و برای شنوندگان عزیز رادیو موسیقی اجرا میکنن. طوری که دیده میشه در هرات مکاتب و نهادهای تئاتر و هنر هم هست که بیشتر ما در رادیو تلویزیون میبینیم، آیا شما صحنه های از تئاتر و دراما ها هم در رادیو استفاده میکنید؟ بله حتما، ما کوشش میکنیم در برنامه های تفریحی زیادتر از طنز و فکاهی و مسائل تفریحی بیشتر استفاده بکنیم. از او جمله ما از هنرمندان تئاتر دعوت میکنیم و خود از اینا اینجا شامل برنامه ها هستند، زیادتر در برنامه های تفریحی اینا دعوت میشن و برای مردم نمایشنامه های رادیویی اجرا میکنن. بسیار تشکر. هموطن عزیز، این خلاصه بود از فعالیت های بسیار زیادی که در ولایت هرات انجام میگیره. البته این باید بگم که ولایت هرات بعد از کابل از یک دستگاه تلویزیون و رادیویی قوی برخوردار است و نهادهای فرهنگی، شعرا، نویسندگان، خطاطان همیشه به عنوان از فعالیت هایشان و از آثارشان در رادیو تلویزیون هرات ذکر میشه و تلویزیون هرات رسالت خود را در راه شناسایی یا شناساندن هنرمندان، نقاشان، معماران و ساحات مختلف فعال میکنه. امیدوار هستیم که این فعالیت با توجه خاص مدیرین فعال بخش‌های مختلفی که باشون صحبت کردن و تعداد زیادی از کارمندان دیگه هستن، از کامرمن ها که روزانه چندین کامره به دستشون است و در تمام ادارات مختلف هرات هر روز کنفرانس ها، صحبت ها، ملاقات ها صورت میگیره. اینا بعد گرچه که امکانات بسیار خوبی برای ترانسپورت دارن ولی کوشش میکنن که خود را از این محفل به این محفل برسانن و با عجله. کاری که اینجا شما میبینین فقط کاری است که کار عادی نیست، بلکه کاری است که یعنی اقدر سریع سرعت باید بگیره که بعض وقتا کارمندان از این حتی شاید وقت یک چای خوردن هم نداشته باشن، که در خور تمجید و در خور واقعا احترام است. و ما یک بار دیگر از رئیس رادیو تلویزیون و از کارمندای رادیو تلویزیون و همچنین گرچه که صحبتی هنوز با آقای سروری رئیس اطلاعات فرهنگی رادیو نداشتم، کنم فکر میکنم که در این پروگرام ها هم نوا و همکار هستن و توسط از اونام به اصطلاح راهنمایی میشن. یک بار دیگر از همکاران محترم رادیو تلویزیون تشکر میکنم و این بحث را در مرکز رادیو تلویزیون هرات به پایان میرسانم و از شما هموطنان عزیز هم تشکر میکنم که با حوصله مندی این صحبت ها را شنیدین. امیدوار هستم که این صحبت ها شمی باشه از فعالیت هموطنان شما در هرات و امیدوار هستم که در تمام نقاط افغانستان مسئولین رادیو تلویزیون فعال باشن تا اینکه هموطنان در خارج و داخل از مزایا و از مسائل عمده ای که در جامعه میگذره آگاهی پیدا بکنن. تشکر.